حالا خود انصاری بر راه میندازه ولایت کلو که توپ بهش نمیرسه. باز هم انصاری فر میبره به سمت چپ، جایی که رضایی حرکت رو آغاز کرده بود که به این توپ نرسید غلام رضا رضایی. از سمت راست با یک پرتو باید بازیکنان زباهن بازی رو آغاز بکنن. پولادی رو به عقب، حسینی به کاس بلند در زمین زباهن، خانزاده پاسش اشتباه بود، سر به سر خانزاده، حسین ماهینی، پرتاب برای پرسپولیس به دست میاد. ماهینی میخواد پرتاب رو انجام بده، سر این کار انجام میده، یک پاس برای استفاده نگه داشت رو به عقب، توپ نرسید به ماهینی. موفق بازیکنان زباهن، مسلمان، اسماعیل به کوفوفانو، فضا برای حرکت داره این مهاجم، کنارش محسن مسلمان که بازی متوقف میشه. فرهاد کاظمی که تا اینجا حرفش درست عذاب در اومده، تیمش بازی رو به وقت اضافه کشونده. خانزاده توپش به بیرون میره، پرتو برای زباهن هست. اینو حدادی فر که به توپ قبلی نرسید، سینا عاشوری پرتاب بلند برای زباهن انجام خواهد داد. ببینیم حالا از این پرتاب بلند چگونه استفاده میکنن. پرتاب بالا انجام میشه، ضربه سر سپهر حیدری، محسن مسلمان هم ضربه سر میزنه، توپی که حقیقی دور میکنه. ماهینی، ضربه سر حسین ماهینی که یک پرتاب رو به تیم زباهن میده، مقابل تیم سابق خودش رو بازی میکنه حسین ماهینی. مسلمان، صادقیان، حدادی فر، ضربه سر نقی‌زاده که توپ رو باز هم به بیرون میفرسته، باز هم پرتاب از همون منطقه برای زباهن، باز هم سینا عاشوری پرتاب رو انجام خواهد داد. فرهاد کاظمی تو کجا جلو رفته و صحبت میکنه، از محوطه فنی هم خیلی خارج شده. پرتاب بلند، حرکت بازیکن زباهن، دروازه نیلسون و خودش توپ رو در اختیار میگیره نیلسون کوریا. ضربه بلند نیلسون، این هم صحنه قبلی، پرتاب بلند سینا عاشوری، توپ در اختیار نیلسون قرار گرفت. محمد نوری، نقی‌زاده، توپ نرسید به انصاری فرد، موفق بازیکن زباهن، محسن مسلمان راه میندازه پیام صادقیان از سمت چپ، خود صادقیان، پیام صادقیان رد میشه از یک بازیکن، جو برای سانت کردن داره صادقیان، این کار حالا انجام میده، دروازه خالیه پرسپولیس و توپش به گل تبدیل نمیشه. اسماعیل فرهادی، موقعیتی که باز هم برای زباهن از دست میره. با هم ببینیم حرکت خوب پیام صادقیان و موقعیتی که برای زباهن در ادامه از دست میره. روی این صحنه‌ای که ملاحظه میکنید، ضربه بلند نیلسون در زمین زباهن، حدادی فر، سعید عبدالله پور، از سمت راست حرکت زباهنی ها صاحب توپ هستن، یک پاس بلند برای استفاده بکوفوفانو، توپ بهش نمیرسه، توپ رو پولادی دور میکنه برای استفاده انصاری فر، اون هم به توپ نمیرسه. نقی‌زاده توپ اونجا سرگردان تا سرانجام به نیلسون میرسه. خود نیلسون باید بازی رو آغاز بکنه. حرکت بازیکنان پرسپولیس، لحظه میخواست تک به تک بشه که اجازه کار رو سپهر حیدری نمیده به غلام رضا رضایی.
پرتاب از سمت چپ باید کار پرسپولیس انجام بشه. مهرداد پولادی پرتاب رو انجام خواهد داد. ارسال بلند پولادی برای استفاده ولاتکو و انصاری فر. حالا انصاری به توپ میرسه رو به عقب و ضربه‌ای که نقض زده به توپ نتونست بزنه و موقعیت برای پرسپولیس از دست رفت. حالا رضایی به توپ میرسه، ارسال بلند رضایی برای استفاده ولاتکو و توپی که باز هم برای پرسپولیسی ها بی حاصل هست. هنوز توپ در اختیار یاران پرسپولیس. ضربه سر انصاری فر و موقعیتی که باز هم از دست میره، به توپ نمیرسه ولاتکو. هر تا بعد بازی رو آغاز بکنه. از کمی جلوتر پرتاب تکرار خواهد شد. حدادی فر توپ رو خانزاده لحظه دور میکنه. مسلمان راه میده، صادقیان رو به توپ نمیرسه. توپ در اختیار نیلسون قرار میگیره. در سمت چپ حرکت مهرداد پولادی با رضایی لحظه بازی کرد. یک پاس، توپی که نرسید به کریم انصاری فر، مهاجم شش گله تیم پرسپولیس. پرتاب رو پولادی در سمت چپ برای پرسپولیس انجام میده. هنوز صاحب توپ هستن یاران پرسپولیس. ببینیم سرانجام توپ چه میشه. پولادی جا برای سانتر داره، این کار رو انجام میده. توپی که هیدری دور میکنه، اسماعیل بکو فوفن و حدادی فر میاره به سمت چپ، جایی که حرکت کرده محسن مسلمان. توپ بهش نمیرسه. نیلسون سری بازی رو آغاز میکنه. محمد نوری با خروج هادی نوروزی کاپیتان پرسپولیس هم شده. محمد نوری توپ به ولاتکو نرسید. محمد نوری، انصاری فر، محمد نوری رد میشه از دو بازیکن زباهن، انصاری فر، رضایی و تو بگه نرسی سرانجام به نوری. ولاتکو در اول بازی میکنه با رضایی، جا برای ارسال داره این بازیکن. حالا انجام میده، یک ضربه سر توی دروازه، توی دروازه، گل برای پرسپولیس. محمد نوری حساب کار رو 1-0 به سود پرسپولیس میکنه. خوشحالی هواداران پرسپولیس در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان. زباهن اصفهان 0، زننده گل محمد نوری. در فاصله 3 دقیقه مانده تا پایین وقت اضافه اول، نوری حساب کار رو 1-0 بکنه. روی این صحنه که با هم میبینیم حرکت خوب رضایی، پاس این بازیکن و ضربه سری که به این صورت محمد نوری تبدیل به گل اول این بازی برای پرسپولیس میکنه. از این ما هم با هم ببینیم گلی که محمد نوری به ثمر رسوند. حالا این نفس راحتی میکشه یحیی گل محمدی. مش یکی جلو میفته. حرکت پیام صادقیان. برجلو، سینا عاشوری، ضربه بلند در زمین زباهن. برجلو، رضا حقیقی در مرکز میدان. حرکت غلامرضا رضایی، به توپ نرسید محمد نوری. حدادی فر، آیا زباهن گل خورده را جبران خواهد کرد یا خیر؟ برجلو، حدادی فر، صادقیان، یک پاس خوب برای استفاده اسماعیل کوفوفانو، توپ کورنر میره. ببینیم از این ضربه کورنر این بار
چگونه استفاده میکنن بازیکنان زباهن. این حرکت صادقی ها و موقعیت گاره زباهن از دست رفت. ببینیم از این کورنر چگونه استفاده میکنن. ارسال بلند ضربه کورنر، توب از همه عبور میکنه، برای زباهن بی حاصل بود. عبدالله پور ضربش توسط بازیکنان پرسپولیس برگردانده شد. در سمت چپ حرکت بازیکنان پرسپولیس، محمد نوری، تعویض بعدی پرسپولیس هم باید به انجام برسه. غلامرضا رضایی جای خودش رو به محمد قاضی میده، در حالی که کمتر از 20 ثانیه تا پایان 15 دقیقه نخست زمان باقیه. خوشحالی هواداران پرسپولیس در ورزشگاه فولادشهر. تیمشون تا اینجا حریف داماش گیلان در نیمه نهایی شده. محمد قاضی هم مقابل تیم سابقه خودش داره بازی میکنه. پرتاب رو انجام بده در سمت چپ، حرکت بازیکنان پرسپولیس. قاضی اولین توپ رو در اختیار میگیره، خود محمد قاضی رو به عقب محمد نوری. قاضی صاحب توپه، خود قاضی در عرض میتونه زربش رو به توپ بزنه، این کارو نمیکنه. ارسال پولادی که ارسال انجام نمیده. پرتاب برای زباهن. هم صحنه گل رو هم ببینیم، گلی که محمد نوری روی این صحنه برای تیم پرسپولیس به ثمر رسید. وقت اضافی اول هم به پایان میرسه با برتری 1-0 تیم پرسپولیس. با تکل محمد نوری دو تیم باید سریع جای خودشون رو عوض بکنن. زباهن هم میخواد تعویض انجام بده. اسماعیل فرهادی جای خودش رو به احسان پهلوان میده در آغاز وقت اضافه دوم. ببینیم با این تعویض زباهن چه تغییر در روند حرکتیش ایجاد میشه. با هم ببینیم صحنه‌های قبلی رو. این ارسال صادقیان بود و موقعیتی بود که فرهادی برای زباهن از دست داد. حالا هر دو تیم سه تعویض خودشون رو انجام دادن و دیگه تعویض رو شاید نخواهیم بود. سینا عاشوری زباهن تنها 15 دقیقه فرصت داره تا گل خود رو جبران بکنه و پرسپولیس هم 15 دقیقه تا حضور در نیمه نهایی. یک ضربه بلند، توپ گیورگ کاسپاروف میرسه. حرکت محمد سلسالی. از سمت چپ اسماعیل به فوفانه، اونجا لحظه صاحب توپ شد. بیارم به مرکز میدان، جایی که قاسم حدادی فرد صاحب توپ شده بود. رو به عقب با سلسالی. برجلو، احسان پهلوان اونجا توپ در اختیار گرفت. پیام صادقیان میتونه پاس بده این توپ رو. خود صادقیان در مسافت با دوست مدافع پرسپولیس که صادقیان موفق نبود. حدادی فر، ضربه سر پهلوان اونجا از سمت چپ صاحب توپ میشن. تغییر منطقه بازی، عبدالله پوز ضربه سر رو میزنه، توپ نیلسون میرسه. آقای گل محمدی پالتوی خودش هم میپوشه. هوای فولادشهر رفته رفته داره کمی سرد میشه. ضربه بلند نیلسون.
توپ رو لحظه دور کرد عبدالله بور، حرکت کریم انصاری فرد، محمد قاضی و اختیاری که آقای فقانی به محمد قاضی نشون میده در این صحنه. حالا صحنه رو قطعا خواهیم دید که چه اتفاق اونجا رخ داد. بله با هم ببینیم حرکت سلسالی و صحنه که قاضی از آقای فقانی که اختیار رو گرفت، اسماعیل بکو، فوفانو در مسافه دو مدافع پرسپولیس، ضربه اسماعیل بکو، فوفانو و سرانجام توپ به نیلسون میرسه. خودش هم با یک ضربه بلند بازی رو آغاز میکنه. با هم ببینیم ضربه‌ای که فوفانو زد و بی حاصل بود. سلسالی قاسم حدادی فر تک زرد بازی میکنن بازیکنان زباهن مسلمان. باز هم سلسالی پاس بلند این بازیکن برای استفاده عبدالله پور در اوم حرکت کرده بود که توپ بهش نرسید. محمد قاضی، محمد نوری رو صاحب توپ میکنه. کریم انصاری فر در مسافه دو سه بازیکن زباهن توپشو به هر ترتیب رسون به محمد قاضی. انصاری فر یک پاس بلند برای استفاده محمد نوری که از راه رسید و توپ رو دور کرد. مدافع زباهن، ضربه بلند سلسالی، پولادی، محمد قاضی توپ رو از دست میده. موفق عبدالله پور در بین راه نقی‌زاده توپ رو در اختیار ارتباط رو قطع کرد. ضربه حسینی هم برای پرسپولیس به بیرون رفت. کاسپاروف باید بازی رو آغاز بکنه. فرهاد کاظمی، آیا تیمش قادر به جبران نتیجه خواهد بود یا خیر؟ سینا عاشوری از زباهن صاحب توپ هست، به دنبال بازیکن هست، خودش با به توپ حرکت میکنه. عاشوری سلسالی رو صاحب توپ میکنه، با حدادی فر بازی میکنه، پاس رو به جلو برای استفاده صادقیان. خود پیام صادقیان لحظه توپ از دست داد و خطا و اختیاری که آقای فقانی ببینیم این بار به چه بازیکنی نشون میده. خطای بعدی رو اونجا انجام دادن. با هم ببینیم صحنه خطا رو، حرکت پیام صادقیان و خطایی که به این صورت بریو نقی‌زاده انجام داد و اختیار هم صادقیان از داور مسابقه دریافت میکنه. نیمکت تیم پرسپولیس، مهدوی کیا هم هست در کنار هادی نوروزی و فشنگچی. خوشحال در نتیجه که تا اینجا برای تیمشون به دست اومده. از نمای دیگه نیمکت خندان و شاد تیم پرسپولیس. پرتاب برای تیم پرسپولیس، پولادی پرتاب رو بلند برای پرسپولیس انجام میده. ضربه سر محمد قاضی که به طور کامل توپ ضربه سر رو نزد. حدادی فر روی توپ اثرگذار بود. خود حدادی فر، حرکت بازیکن زباهن، این بار احسان پهلوان از سمت راست حرکتی رو آغاز میکنه. خود پهلوان یک پاس رو به جلو، اعلام خطا به سود زباهن، خطایی که به روی سعید عبدالله بود انجام میشه. با هم ببینیم حرکت احسان پهلوان و عبدالله پور، ببینیم این بار چگونه از این ضربه خطا استفاده میکنن. حدادی فر پشت این ضربه است، ارسال بلند حدادی فر، لحظه مشت میکنه، نیلسون توپ رو به طور کامل دور میکنن. محمد قاضی این کارو کرد که تا اونجا عقب رفته و دفاع میکنه. پرتاب برای زباهن، کمتر از 10 دقیقه تا پایان 120 دقیقه زمان این مسابقه زمان باقی هست.
پرسپولیس با تکل محمد نوری 1-0 از زباهن اصفهان جلو هست و تا اینجای کار حریف داماش گیلان در نیمه نهایی جام حذفی شده، بازی که 16 فروردین ماه باید برگزار بشه. هواداران مشتاق به تیم پرسپولیس به تیمشون 1-0 جلو خوشحال هم هستن و با علاقه بازی رو دنبال میکنن. شاید وزش باد نسبتا شدیدی هم هستیم در ورزشگاه فولاد شهر. پرتاب رو از سمت راست انجام میدن. گئورگ کاسپاروف با یک ضربه بلند بازی رو به گردش در میاره برای استفاده بکوفوفانو. در مساف ماهینی به توپ میرسه اسماعیل بکوفوفانو، توپ نگه میداره در سمت چپ، میتونه ارسال بکنه، رد میشه از ماهینی، اسماعیل بکوفوفانو که توپش رو بیرون میزنن. این هم هواداران تیم زباهن که ناراحت دارن بازی رو دنبال میکنن. کورنر کوتاه آغاز میکنن، ارسال بلند، حرکت بازیکن زباهن و توپی که باز هم به کورنر میره. باز هم از سمت چپ این کورنر ارسال خواهد شد. ببینیم این صحنه قبلی، حرکت اسماعیل و توپی که به کورنر رفت. سری هم بازی رو آغاز میکنن بازیکن زباهن اصفهان. یک ارسال، توپ از همه عبور میکنه، کسی از زباهنی اونجا حضور نداره تو از توپ استفاده بکنه. محسن مسلمان، حرکت سینا عاشوری، موفق محمد نوری از پرسپولیس، یک پاس خوب برای استفاده کریم انصافی از ده حمله برای پرسپولیس. قاضی هم حرکت کرده، یک پاس خوب برای استفاده محمد قاضی. باید زودتر تصمیم بگیره این بازیکن. قاضی و اعلام خطا، خطا رسود تیم پرسپولیس اعلام میشه. شاهد بودیم که در صحنه قبلی کریم انصافی فرد پاس داد محمد قاضی و بر تمام شایبه های قبلی پایان داد. این هم صحنه خطا که به روی محمد قاضی مرتکب خطا شدن. ببینیم از این ضربه خطا چگونه یاران پرسپولیس استفاده میکنن. موقعیت خطرناکی است برای تیم زباهن. ملاحظه میکنید باد شدیدی در فولاد شهر در حال وزیدن هست. گئورگ کاسپاروف صحبت میکنه با دیواره دفاعی تیم خودش. ببینید چه بازی کنی به این توپ ضربه خواهد زد. پنج بازیکن پشت این توپ قرار گرفتن: محمد نوری، مرتاد پولادی، محمد قاضی، کریم انصاری فرد. ببینید کدام یک سرانجام توپ رو میزنن. یحیی گل محمدی هم طبق عادات گذشتش نشسته داره بازی رو دنبال میکنه و ببینیم که حالا بازیکن چگونه از توپ استفاده میکنن. یک ضربه و توپی که با اختلاف به بیرون میره. ضربه کریم انصاری فرد که به بیرون رفت. از سمت راست ضربه محسن مسلمان برای استفاده پیام صادقیان. توپ نرسید به پهلوان. پرتاب برای زباهن هست. دو توپ در زمین هست. حالا یکی از توپ‌ها رو خارج می‌کنن. پرتاب رو دارن زباهن باید انجام بدن. سپهر هیدری خیلی بلند می‌خواد پرتاب رو انجام بده. زباهن تنها 5 دقیقه فرصت داره برای جبران گل خورده. سپهر هیدری، پرتاب بلند این بازیکن، ضربه سری که مدافعان پرسپولیس می‌زنن به تو پولادی. یک پاس برای استفاده کریم انصاری فرد. قاضی حرکت کرده، میتونه پاس بده به محمد قاضی. خودش از یک بازیکن عبور میکنه کریم انصاری فرد و مساف با سه مدافع زباهن که دیگه کارش سخت میشه و توپ رو از دست میده کریم انصاری فرد. این بار دیگه به قاضی پاس نداد. حدادی فرد از سمت چپ یک پاس رو به جلو، نرسید به همتیمی خودش، توپ به بیرون میره و پرتاب برای زباهن هست. با هم ببینیم این صحنه قبلی است. با
در سمت مقابل هم موقعیت برای زبهان از دست رفت. این صحنه قبلی که انصاری فرد موفق نبود. ببینیم از این ضربه کورنر چگونه یاران زبهان این بار استفاده میکنن. از سمت چپ باید این کورنر ارسال بشه، رو به عقب بازی میکنن. یه موقعیت خوب، ضربه مسلمان، چه موقعیتی رو از دست میده تیم زبهان و توپی که به کوردن میره. چه موقعیتی رو از دست داد محسن مسلمان. ارسال بلند، باز هم موقعیت زبهان هست. این بار چگونه استفاده میکنن؟ سپهر حیدری، حدادی فر باید سرورش بزنه. حیدری ارسال بلند داده برای چه کسی؟ کسی حرکت نکرده و موقعیتی که برای زبهان از دست رفت. بهترین موقعیت زبهان برای گل مساوی که از دست رفت. و هم ببینیم ارسال رو به عقب صادقیان برای محسن مسلمان. زرش که به این صورت به تیراک دروازه هم برخوردی داشت و برای زبهان از دست رفت این موقعیت. اسماعیل به کوفوفانو. تنها 2 دقیقه تا پایان این مسابقه زمان باقیه و توپی که در اختیار نیلسون قرار میگیره. احسان پهلوان روی صحنه قبلی موفق نبود. مهرداد پولادی حرکت حدادی فر و موقعیتی که از دست رفت. پرتاب رو پولادی انجام خواهد داد. با هم ببینیم این حرکت قبلی نقی‌زاده درگیر بود با حدادی فر. محمد نوری، خطا به سود پرسپولیس، خطایی که برای محمد قاضی انجام شد. با اینکه پرسپولیس با 1 گل جلو هست از زبهان، زبهان تیمی نبوده که خوب بازی نکرده باشه و تیمی نبوده که بخواد جایگاهش در لیگ برتر در رتبه 15 باشه. به هر حال زبهان در هفته 29 لیگ برتر باید یک شمه هفته آینده با آلومینیوم هرمزگان بازی بکنه و پرسپولیس هم با راه آهن در هفته 29 دیدار خواهد کرد. گئورگ کاسپاروف، سپهر حیدری با محسن مسلمان. تنها 20 ثانیه تا پایان 120 دقیقه مسابقه زمان باقیه. پرسپولیس با تکل محمد نوری یک پرسل جلوی حرکت محمد قاضی. ارسال در عرض برای تیم پرسپولیس و توپی که از همه عبور میکنه و به گل تبدیل نمیشه. این بار هم که محمد قاضی یک پاس رو ارسال کرد، انصاری فر خوب استفاده نکرد و این هم سوت پایان بازی. برتری 1-0 تیم پرسپولیس با تکلی که محمد نوری برای این تیم به ثمر رسوند. خوشحالی هواداران پرسپولیس در ورزشگاه فولاد شهر و خوشحالی یحیی گل محمدی. در پایان با آرزو این که از تماشای مسابقه فوتبال لذت برده باشید، این که خوشحالی هواداران رو میبینید، هواداران خوشحال در ورزشگاه فولاد شهر، من همه شما عزیزان بیننده رو تا دیدار بعدی به خدای بزرگ و